راجع به اینکه چه اشتباهاتی بچه‌ها میکنن که پشت کنکور میمونن و بچه‌های پشت کنکوری چه اشتباهاتی رو نمیکنن که پشت کنکور قبول میشن. قطعا اگر تو پیج من گشته باشین هیچ جایی به تعداد پیج من پیدا نمیکنین. یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، شش سال، هفت سال پشت کنکور، هر سال هم از اینا داریم. چرا؟ چون ما اشتباهات بچه‌ها رو اصلاح میکنیم. امروز یک جلسه رویایی داریم. منتظریم همه بچه‌ها بیان بالا چت و لطف کنیم برام. سلام 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 سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه، پر انرژی و قوی باشین. خیلی عالی خیلی عالی. بچه‌ای که میگن تصویر نیست احتمالا اشکال از اینترنت خودشونه دیگه، چون بچه‌های دیگه مشکلی ندارن. عرضی که خدمت گلتون دارم، امروز قرار بود در خدمت آقای دکتر نوریانی باشیم که انشالله افتاد برای جلسه بعدی، چون که آقای دکتر نوریانی خیلی مریض شد، آنفولانزا گرفت، یعنی میخواست بیاد ولی صبح من دیدم خودشون به خاطر اینکه توی استدیو ممکن بود که برای همکاران اصلا مشکلی پیش بیاد و بیمار بشن، دیگه گفتیم که نیار. مهمون امروزمون یکی دیگر از شاگردای قدیمی مونه و بعدش دیگه انشالله استارت میزنیم و میریم جلو ببینیم که چه کار میکنیم. یکی دیگه از بچه‌هایی که فوق‌العاده در سال کنکورش موفق بوده و البته بسیار 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 این مسیری که قرار هست ترسیم بکنیم مسیر خیلی خیلی مهمیه، چون ایشون علاوه بر این که از شاگردای قبلی ما بوده از منتورهای درجه یک تیم دکتر بشیم هست و همیار و همکار بچه‌ها هست برای رسیدن به اهدافشون. سلام 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 سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم چند تا بحث رو بررسی بکنیم، بحثی که مطمئنم دغدغه تمام بچه‌ها هست. بچه‌ها، هر کدوم از بچه‌ها، من قبل از اینکه مهمونمون رو دعوت بکنم یک سری مواردی رو بگم، بعدش میخوایم بگیم که این موارد هر کدومشون به چه صورتی باید هندل بشن، اولویت بندی‌هاشون به چه صورتی هست. بچه ها، تقریبا تمام بچه ها 3 دونه از این عوامل رو دارن. یکی بچه ها برنامه آزمونه، یعنی همه بچه ها اونایی که واقعا به فکر قبولیان قطعا میخوان یه آزمون بدن. یکی کلاس دبیر هست، یکی تکالیف دبیر هست. منظورم از دبیر چیه؟ دبیر مثلا دبیر کلاسینو، دبیری که بیرون از مدرسه دارید، دبیری که بیرون از مدرسه دارید، و یکی هم مدرسه و تکالیفش. بچه ها، تقریبا تمام بچه ها 3 از اینا رو، یه تعدادی 4 از اینا رو دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه عمده بچه ها به این صورت هستن که آزمون رو باید بدن، آزمون رو باید بدن، حالا یا در کنارش فقط مدرسه دارن یا در کنارش فقط کلاس و تکالیف دارن. خیلی کمن بچه‌هایی که فقط برای آزمون دارن میخونن، یعنی حتما یا یه کلاسی دارن یا مدرسه و تکالیف دارن. این وسط یک اتفاق خیلی بزرگی که پیش میاد برای بچه‌ها این هستش. بچه‌ها در برنامه به یه مشکلی میخورن، میگن آزمون یه مسیری داره که این مسیرش اینوریه. مثلا دبیرهامون یه مسیری دارن که عمدتا دارن سعی میکنن برن اینور، اما یه جاهایی مجبورن عوضش کنن. مدرسه کلن برنامهش یه سمت دیگه است، اصلا اینطوریه. مثلا آزمون داره 10 و 12 درس میده، دبیر چون دیر شروع کرده تلاشش رو میکنه که مثلا نوبان اومده، تلاشش رو میکنه که به آزمون برسونه، نمیتونه برسونه، اما مدرسه داره کلا مثلا فقط 12 درس میده یا فقط 11. یه سری مدارس جلو هن، یه سری مدارس عقبن. امروز میخوایم بگیم دانش آموزان رتبه برتر این مشکل 4 مسیری رو چجوری برای خودشون حل میکردن. ما منتظریم که خانم دکتر نیکویی تشریف بیارن در خدمتشون باشیم. خانم دکتر اگه میشه میکروفونتون روشن بکنین، تشریف بیارین داخل. هله، تشریف بیارین، بفرمایید. سلام، سلام به همگی. خانم دکتر نیکویی از شاگردای قدیمی ما، قبولی پزشکی البرز. بله. و از منتورهای حرفه‌ای تیم دکتر بشیم که امروز در خدمتشون هستیم. یکی از کسایی که توازن بین این 4 رو تونست خوب رعایت بکنه و علاوه بر اون تجربه کار کردن با دانش آموزایی داره که 1 مورد، 2 مورد، 3 مورد، 4 مورد از اینا رو دارن و الان دچار اختلال شدن. خانم دکتر یه سلام علیکم، بعدش میخوایم بریم راجع به توازن اینها صحبت کنیم. سلام به همگی بچه خوب و عزیز، خسته نباشین. واقعا
میدونم که ماهای خیلی سختی رو داریم پشت سر میذاریم، به خصوص ماه آبان و آذر که واقعا درس ها فشرده هستش. تکالیف دبیرها، آزمونهای دو هفته یک بار، همه رو هم جمع میشه و خیلی فشار زیادی وارد میکنه به شما. در حقیقت تنها در واقع کمکی که ممکنه تو این شرایط به خودتون بشه خود شما هستین. شما هستین که در واقع بین این چهار تا آیتم یه بالانسی ایجاد میکنی و تعادل از طرف خودتون صورت میگیره. تو این هفته اخیر خیلی از بچه مشکلی که داره این هستش که به کلاساشون نمیرسن و از یه طرف چون به کلاسا نمیرسن در نتیجه انگیزه هم ندارن برای آزمون دادن. به این بچه ها کلاسا یه چیزه، آزمون دادن هم یه چیز دیگه است. خب خانم دکتر، من اولین موردی که فرمودین که مورد خیلی مهمی بود و ما میخواستیم که مطرح بشه با توجه به اینکه شما دانش آموزی هستی که دانش آموزی بودی که واقعا از نظر برنامه ریزی هم خودت هم حرفه‌ای بودی و الان هم داری به بچه ها فوق‌العاده حرفه‌ای کمک میکنی. یه تعدادی از بچه ها دغدغه شون اینه. ببین دغدغه کسایی که نمیرسن، خان دکتر خودتون مستحضرین، دغدغه کسایی که نمیرسن با همدیگه خیلی متفاوته. من اینجا یه باکس بکشم. بچه ها کسایی که نمیرسن، یه تعدادی افراد هستن بچه ها میگن ما نمیرسیم. اوکی؟ اوکی. میگن ما نمیرسیم. افرادی که نمیرسن، خانم دکتر داخل تصویر باشی یا میخواین من اون ور باشم شما این ور که دیگه من مینویسم دوچار مشکل نشیم. افرادی که نمیرسن بچه ها با همدیگه متفاوتن. یه سوالی دارم بچه ها، اگر چت رو به من لطف بکنید محبت بفرمایید، بچه ها واقعا این جواب رو درست به ما بدین. گزینه یک و دو رو اگر میشه فقط فعال بذاریم، میشه سه و چهار رو غیر فعال کرد؟ نمیشه. بچه ها، کسایی که خواهش میکنم همه بچه ها لطفاً تو گزینه ها فعال باشن، پاسخ رو به ما بدن. ما میخواییم یه کار خیلی مهم بکنیم، میخواییم مشکلتون رو حل بکنیم. چند تا بچه هایی که ساعت مطالعه شون و تست زدنشون و کلاس های مفیدشون، بچه ها یعنی کرونومتری، زیر 12 ساعت هست، عدد 1 رو بزنن. بچه‌هایی که بالای 12 ساعت هست، مجموع مطالعهشون، مجموع تست زدنشون، همه کارشون بالای 12 ساعت هست، گزینه 2 رو بزنن. محبت بفرمایید. بله. بله. بچه‌ها سریع‌تر، اونایی که زیر 12 ساعت مجموع واقعی هم بزنید، این یه کاری که به کمک به خودتونه، یعنی ما اینجا تأثیری نداره برامون. داخل نظرسنجی لطفاً وارد بفرمایید. اونایی که زیر 12 هن گزینه 1 رو بزنن، اونایی که بالای 12 هن گزینه 2 رو بزنن. بله، گزینه 3 و 4 رو یه تعدادی زدن، نمیدونم چرا. خب چه اگر ببینی تقریباً همش، حالا هی درصدها بالا پایین میشه، ولی تقریباً 15% بچه ها، 20% بچه ها، بچه هایی هستن که دوباره درصده های بالا و پایی میشه. بچه ها داخل چت ننویسین لطفاً. لطفاً مجموع ساعتتون اگر زیر 12 ساعت هست، زیر 12 ساعت کرونومتری ها، نه دستشویی رفتن و نمیدونم چایی خوردن و غذا خوردن ها. زیر 12 هست 1 رو بزنین، اگر بالای 12 هست 2 رو بزنین. بله؟ بچه ها تقریباً 1/4 بچه ها، 1/5 بچه ها، 1/6 بچه ها، حالا چون نظرسنجی هی نظرش بالا پایین میشه، یه تعدادی هم تو چت ها دارن انجام میدن، تقریباً 1/4 1/5 بچه ها هستن که توی تایمشون بالای 12 ساعته. بچه ها وقتی که شما تکالیف دبیر دارید، مدرسه دارید، کلاس دارید، برنامه آزمون دارید، به هیچ وجه زیر 12 ساعت مطالعه انجام نباید بدید. بعد یه تعدادی میگن به تکالیف نمیرسیم. بچه ها چند تا از بچه هایی که داخل گروه هستن لطفاً صفر بکنید نظرسنجی رو، من یه نظرسنجی جدیدی میخوام انجام بدم. چند تا از بچه ها زیر روزانه 100 تست واقعی، یعنی خودشون حل میکنن، اونایی که زیر 100 تستن 1 رو بزنن، اونایی که بالای 100 تست هستن 2 رو بزنن. وایسی در نظرسنجی باز میشه. بچه هایی که زیر 100 تست هستن 1 رو بزنن، بچه هایی که بالای 100 تست هستن 2 رو بزنن. خواهش میکنم محبت بفرمایید. بچه هایی که زیر 100 تستن 1 رو بزنن، بچه هایی که بالای 100 تست هستن 2 رو بزنن. زیر 100 تست 1 رو بزنن،
بالای 100 تست دو رو بزنن. بسیار عالی. کسایی که روزانه همه روزا زیر 100 تست میزنن، یک، همه روزا بالای 100 تست میزنن، دو، میانگینش دیگه، یعنی روز ممکنه 150 تا بریز بزنن، یه روز 50 تا، میانگین 100 تست حساب میشه. واقعا بیچاره ادمینای کلاس اینا اون پشت دارن میترکن، یعنی تعدادی گزینه 3 و 4 میزنن که اینا براشون واقعا قابل تعجبه که همه. آره خب بچه ها نگاه کنید، تقریبا بازم 20-25 درصد بچه. خب دکتر توجه کردین؟ بچه‌ای که زیر 12 ساعتن و بالای 12 ساعتن تقریبا 20-25 درصد، بچه‌هایی هم که دارن زیر 100 تست میزنن و بالای 100 تست میزنن 20-25 درصد. یعنی چی نشون میده؟ بچه‌ها اگر نمیرسین، یه جمله رو دارم میگم بچه‌ها، وقتی من یه چیزی میگم، من خودم فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه شهید بهشتیم، خانم دکتر دانشجوی پزشکی دانشگاه البرزن، تمام تیم منتورینگ ما بچهای رتبه برترن. وقتی ما داریم حرفی رو میزنیم، به این حرف گوش کنید، این حرف از یه رتبه برتر اومده. بسیاری از کسایی که در این فعالیت ها به شما توضیح میدن، خودشون ممکنه که در مسیر آموزشیشون این رو تجربه نکردن، نگه مشاور بدوشن، عالین. تجربه ما، این تجربه رو داریم، ما با گوشت و پوست و تنمون همه این رو لمس کردیم و فهمیدیم که آقا ساعت مطالعه چیز بسیار تعیین کننده ایه. پس اینایی که نمیرسن توجه کردیم بچه ها، یه اتفاقی که میفته اول از همه اینه، بچه ها ساعت مطالعاتیشون پایینه. خیلی ها اینو دقت نمی کنن. آقا من نمیرسم. چرا نمیرسم؟ من ساعتم پایینه. درسته؟ ساعتم پایینه. حالا جالبه، یه تعدادی از اونایی که ساعتشون بالا هست هم نمیرسن. چرا نمیرسن اینا؟ به نظرتون بچه ها چیه؟ اینا بازدهی هاشون پایینه. یعنی چی؟ یعنی طرف 13 ساعت پای درسه، با بازده 50 درصد یا یک دوم میشه 6.5 ساعت. بعد میگه من ساعت مطالعاتیم بالاست اما نتیجه نمیگیرم. توی کامنت ها کسایی که ساعت مطالعاتیشون بالاست اما نتیجه نمیگیرن رو لطفا بزنن، بنویسن، یه من بزنن. بچه ها یه من بزنن. چقدر بچه ها هستن که میگن آقا ما ساعت مطالعاتیمون بالاست ولی نتیجه نمیگیریم؟ عمده بچه ها که ساعت مطالعاتیشون پایینه. چقدر بچه ها هستن که ساعت مطالعاتیشون هم بالاست اما نمیتونن نتیجه بگیرن؟ اینا بازدهی هاشون پایینه. حالا هم دکتر، ما توی بحث بازدهی میخوایم بریم سراغ عوامل مزاحم. پس ما اگر داریم یک مشکلی رو مطرح میکنیم، میخوایم راهکارهای حل مشکل رو هم بگیم. خانم دکتر اگر این بر تشریف داشته باشین، من دونه دونه مواردی رو که میپرسم، هم از دیدگاه خودتون، هم این که الان داریم با دانش آموزان کار میکنین، بفرمایید که چه مشکلاتی برای بچه‌ها هست در اون حوزه که بچه‌ها رو دوچاره مشکل میکنه. ما میخوایم پس بریم سراغ علل بازدهی پایین. خانم دکتر همه مواردی که ما امروز میخوایم صحبت بکنیم، میخوایم غیر اغراق شده باشه. میگه آنچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند. ما میخوایم که واقعا اون چیزی که مقصود دل بچه ها هست رو بیان بکنیم، مشکل بچه ها رو بیان بکنیم و راهکار بدیم که مشکلشون حل بشه. اولین علت این که بازدهی بچه ها پایین هست اینه که فکرشون مشغوله. خب فکرشون مشغوله، فکرشون مشغوله. بچه ها واقعا چند درصدتون هستین که حداقل در هنگام درس خوندن، خواهش میکنم توی کامنت ها بزنید من، حداقل در هنگام درس خوندن 20-30% حواستون جای دیگه است؟ خواهش میکنم بزنین من توی کامنت ها، بچه هایی که تو کلاس اینا هن، 20-30% حواستون جای دیگه است؟ بزنید. خواهش میکنم. چقدر تعداد زیاد شد؟ چقدر تعدادشون زیاده این بچه هایی که اینطوری هم؟ همه یکی میشه من به قرآن، من همینطوری باید، همه تقریبا کل کسایی که تو کلاس هم زدن. بچه ها چرا این اتفاق میفته؟ ما گفتیم که مغزمون یه گنجایشی داره. بچه ها فرض کنید روی کامپیوترتون، روی لپتاپتون 20 تا اپلیکیشن با هم باز بکنید. خانم دکتر بچه ها چه اتفاقی میفته 20 تا اپلیکیشن با هم باز بکنی؟ موبایل چی میشه؟ کند میشه. بعد از یه مدتی چی میشه؟ هنگ میکنه.
درسته؟ بچه ها هنوز معنا تموم نشده، یعنی انقدر حجم بچه ها زیاده هنوز اون معنی تموم نشده. چرا؟ بچه ها ما اینو بارها و بارها در کلاسمون گفتیم، مغز شما یک گنجایشی داره، مغز شما یک توانمندی داره، مغز شما یک گنجایش و توانمندی داره. مثلا میتونه یه مقداری مسائل رو هندل بکنه، یه مقداری از مسائل رو نمیتونه هندل بکنه. این یه بخشی از مغزتونه که مختص یه کاریه و اینم یه بخش دیگه از مغزتونه. بچه‌ها ما دونه دونه اگر داریم مشکلی رو مطرح میکنیم، حتما راهکارشم داریم میگیم. یادمه جلسه اول کلاسینوی امسالمون بود، اگر اشتباه نکنم جلسه اول یا دوم، اومدم گفتم آقا بچه‌هایی که سالای قبل پشت کنکور موندن و الان دارن پشت کنکوری شروع میکنن، چند درصدشون اعتقاد دارن عوامل مزاحمی بوده براشون که اون عوامل مزاحم باعث شده اونا قبول نشن؟ خیلی گفتن زیاد و دونه دونه اینا رو میخوایم ما بشکافیم. خانم دکتر، هم تو حوزه فردی خودتون زمانی که کنکور میدادین، هم الان که به عنوان منتور در تیم تشریف دارید و تعداد زیادی دانش آموز دارید، مواردی که فکر بچه ها رو مشغول میکنه چیه؟ به نظرم اولیش هدفشونه. بله، در واقع آرزوشون. آها، بچه‌ها یه جمله خیلی مهمی رو خانم دکتر گفت که من اینو هیچ وقت نگفته بودم، هیچ تو هیچ کلاسی نگفته بودم. اینو خانم دکتر فرمودن آرزو. چی نوشتم؟ آزرو نوشتم. بچه‌ها من یه سهمیه ریزی داشتم، واقعیتش رفتم دانشگاه با هم دیگه صادق باشیم. خب آرزو، بچه ها من میگم آرزو. بچه ها یه نکته خیلی مهمی اینجا هست، خانم دکتر یه جمله رو فرمودن، بعضی از بچه ها اصلا درگیریشون عشق و عاشقی و نمیدونم مسائل روز و اینا نیست، همون آرزوه داره اینا رو درگیر میکنه. چجوری؟ خانم دکتر شما در زمانی که درس میخونی حس میکنی یه دونه رتبه برتر رو مثلا توی تلویزیون میبینیم، بگی من میرم جایی این میشینم، نمیدونم چش فامیل رو در میارم بلون. ببین، یعنی همین آرزوه، همین هدفه برای شما چی میشه؟ عامل بازدارنده میشه. من میگم این بیشتر خیال پردازی آرزو شما رو آسیب میزنه. پس مورد اول چی شد؟ میگه هی فکر کنم من قبول میشم فلان کارو میکنم، قبولش هیچ کاری نمیکنی، میری دانشگاه درستون رو، هیچ اتفاق عجیب و غریبی قرار نیست اگه قبول بشی بیفته. پس اولیش خانم دکتر خیلی جالب گفتن، خیلی از بچه‌ها ممکنه دغدغه دیگری نداشته باشن، دغدغه اول و آخرشون در زمینه آرزو جایگاه اجتماعیشون باشه، من بعدم به چه جایگاهی میرسم. دغدغه دیگه که کم هم ندارن، ما زیاد میشنویم، ازدواج. بله خدا قسمت بکنه، بازار خرابه، البته یه قولایی دادن گفتن انشاءالله بازار را میفته. آره، جایگاه، ازدواج، مدرک تحصیلی، پول پسرا، 206 میخرم، 207 میخرم، زانتیا میخرم، کفخواب میکنم، نمیدونم. حالا تو مناطق مختلف هم متفاوته دیگه، شما یه منطقه‌ای میری همه پرشه ای الیکس دوست دارن، یه منطقه‌ای هستن زیر CLS جواب نمیده. بالاخره هر منطقه‌ای دید، هر کدوم چیزای مختلف. بچه‌ها این ناشی از چیه؟ خیلی میخوام یه چیزی بهت بگم جای دیگه این نشنیدی و نمیشنوی. بچه‌ها کجا این به وجود میاد که خیلی میری تو فکر این؟ کجا این به وجود میاد؟ خیلی چیز جالبی بهت میگم. بچه ها نشنیدی اینو جایی، نشنیدی. بعدش میخوام برم تو حوزه ذهنی اینو درستش بکنم، بیام پایین نمونه برنامه ها رو میخوام بتونشون بدم، نمونه آزمون ها رو امروز میخوام بتونشون بدم. خیلی کار داریم با هم. بچه ها کی همچین چیزی برای ما پیش میاد؟ اصولا دل مشغولی های غیر درسی یا مشغولیت ذهن میاد به یه جایی میرسه که آدم عذاب وجدان میگیره.
لامصب چقدر دیگه تو اینستاگرامی؟ خودت به خودت میگی. مغزی که اهمال کاره نمیاد از این فرار بکنه، نمیاد از این فرار بکنه. میگه عذاب وجدان عامل چیه؟ عذاب وجدان عامل آرامش آدم اهمال کاره. طرف آدم میکشه، بعد میاد عذاب وجدان میگیره، دنبال این میگرده یه علتی پیدا بکنه که بگه من بابا واقعا آدم بدی نیستم. در زمان هیتلر که اتفاق خیلی عجیب و غریبی که میافتاده، خیلی ها فکر میکنن که آقا این چجوری میومده این همه آدم رو میکشته، چی جمعیت رو چجوری میومده بسیج میکرده این همه آدم رو میکشتن. خیلی راحته، اینا میومدن کشتن رو سیستماتیک میکردن. آقا یه نفر میومده آدما رو، آدمایی که پخش بودن رو جمع میکرده یه جا، یه نفر میومده اینا رو جمع میکرده، میومده آدما جای مختلف بودن تو شهر، کوچه، بازار، خونه، میگفت آقا من اینا میخوام ببرم بکشم، من کاری ندارم، به من گفتن جمع کن، من اینا رو اومدم جمع. یه نفر دیگه سربازی بوده، میگفتن آقا ایشون مسئول سوار کردن این آدما توی این کامیونای چیزه، توی این کامیونایی که میبرن به اردوگاه کار اجباری و فلان و اینا. میگه آقا من کاری نمی کنم، من نکشتم، من اینا رو سوار اینا کردم، درسته؟ اوکی بچه خوب نگاه کن عذاب وجدان چجوری به کار آدم میاد و اون زمان چه سیستمی چیدن که این عذاب وجدانه به وجود نیاد. بعد یه راننده اینجا بوده، راننده میگه من کاری نمی کنم که، من وظیفم بردن اینا به اردوگاه کار اجباریه یا به اردوگاه فلانه. خب اینجا مثلا اینا رو میومدن میکردن توی دستگاهی و مثلا یه گازی یه چیزی میزدن و اینا همشون، اینایی که عمودی بودن، افقی میشدن. خب هیچ کدوم از اینا نمیگفتن ما آدم کشتیم. کی آدم کشته بود؟ همشون. این در حد خودش، این در حد خودش، این در حد خودش. این چرا؟ چون لحظه نهایی این اتفاق نمیفتاد، یه دستگاه داشته اینا رو میکشته، مثلا یه گازی میزدن یه جا همه اینا میمردن، یا کوره آدم سوزی بود. بچه ها عذاب وجدان حتما یه دونه کتابی هست به اسم آیشمن در اورشلیم، حتما این کتاب رو بعد کنکور بخونید. دیوانه کننده جذاب این کتاب، دیوانه کننده، و چقدر در آینده شما تأثیر داره که چقدر دیدتون نسبت به یه سری مسائل باز میشه. من قبلا خیلی خلاصه کتاب میگفتم، چون بچه‌ها میدونن، کسایی که حالا سوار ماشین من شده باشن میدونن من 24 ساعته کتاب صوتی داره پخش میشه، من یه روبم بیکار باشم حتما کتاب میخونم. بچه‌ها دل مشغولی باعث عذاب وجدان میشه بعد از یه مدتی. آخه چقدر تو اینستاگرامی، چقدر این کولر کمه، هوا گرمه، چقدر تو اینستاگرامی، آره واقعا کمه، هوا گرمه، چقدر تو اینستاگرامی، چقدر فلانی. بعد از یه جایی عذاب وجدانه چی میشه؟ عذاب وجدانه میاد یه حلقه مشترکی درست میکنه، میگه من آدم اهمال کاری هستم، ولی بیام با یه چیز درسی اهمال کاری ما انجام بدم. این ناخودآگاهه ها، به جای اینکه بیاد بره تو این که توی این داستان مثلا موبایلو نمیدونم دنبال لباس و فلان بگرده، میاد اینو میره دنبال آرزو. آها چه اتفاقی افتاد؟ عذاب وجدان داره ولی بازم آدم اهمال کاریه، کارکن نیست، صرفا عذاب وجدان داره. عذاب وجدان، عذاب وجدان ناخودآگاه اینو میبره تو. ببین تو درس میخونی، خب ببین پولدار میشی، یه جایگاه بالا به دست میاری، فلانی که محل سگ به من نمیذاره میاد منو میگیره، یه همه به من تو فامیل میگن خانم دکتر یا آقای دکتر، من پولدار میشم، مثلا فلان خونه فلان ویلا رو میخرم. باز همین اینو میاره تو چی؟ میاره تو پروسه قبل عذاب وجدان. چه ویلایی میتونم بخرم؟ میرم پیج ویلا نگاه میکنم، پیج ماشین نگاه میکنم. یک چرخه باطل. یادتون باشه بچه ها، هیچ کسی سقوطش اینطوری نیست. سقوط فردی همیشه اینطوریه. شما یک دایره بزرگ دارین، هر روز کوچیکتر میشین، کوچیکتر میشین، کوچیکتر میشین و یه روزی به اینجا میرسین.
و هیچ وقت نمیفهمین که کی رسیدیم به اینجا. همیشه اگر بخواین این چرخه اصلاح بشه، چرخه باید برعکس بشه و آروم آروم اتفاق میفته. حالا از بحثمون دور نمیشیم. پس گفتیم یک سری عوامل وجود دارن که بازدهی ما رو پایین میارن. اولی رو خانم دکتر خیلی هوشمندانه گفتن. شاید من اگر اولیشو میگفتم عامل دیگه میگفتم. خانم دکتر بسیار بسیار هوشمندانه این حرف رو زدن. واقعا حرف جالبی بود و من واقعا تحسین میکنم که همچین منتورایی در تیم به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن. پس عامل اولمون آرزو بود. حواسشون پرته، آرزوهاشون، آمالشون، خواسته هاشون، اون چیزی که معلول قبول شدنشون توی رشته خوب هستش میشه. ما میریم دوباره سراغ علل کاهش بازدهی. میشه لطفی بکنین برای من ادمین محترم؟ میشه صفحه 5 رو کلا پاک کنین، صفحه 4 و 6 بیفته پشت هم؟ چون من اینا رو میخوام پشت سر هم بعدم بیارم دوره بکنم اون وسط. کلا صفحه 5 آره، این وسط پاک بشه اینا بیفتن پشتم. خدایی شما هزار استدیو کار بکنید وجود نداره رو دست ادمینای کلاسینا، واقعا وجود نداره. علل کاهش بازدهی، میخوایم بریم سراغ علل بعدی کاهش بازدهی. علل بعدی کاهش بازدهی چی عزیز دلم؟ چیزهایی هستن که اطلاعات وارد ذهن شما میکنن. خب خانم دکتر چیزی مد نظرتون هست؟ ما با چه وسایلی اطلاعات وارد ذهنمون میکنیم؟ یکی رسانه است، یکی دیگه هم چی؟ اخبار خانوادگی. چقدر به شما خانم دکتر خانواده ها گفتن بچه من تو این روزا همش دنبال اخباره؟ چقدر این اتفاق افتاده؟ چقدر اتفاق افتاده خانواده بگی آقا مثلا دخترم این شوهر کرده، هی میاد دخترم که چه خبر بود، چطور بود، این چطور بود، اون چطور. من الان دانش آموز دارم، ایشالله که الان تو لایف نباشه، از بچه های خصوصی مونه، میگه من یه خواستگاری داشتم خنده داره به قرآن، یعنی باور نکردنی خنده داره و این واقعی این داستان، یعنی شوخی نیست. من یه خواستگاری داشتم، چون بابای من پولدار بود اومده خواستگاری من بهش جواب رد دادم. ببین نکن اصلا چه داستانی، اومده از پول بابای من، مثلا من به شهاب رد دادم، این رفته با یه دختره که پزشکی قبول شده ازدواج کرده، من باید پزشکی قبول شم چشه اینو در بیارم؟ با تو که جواب رد دادی، اسکلی جواب رد دادی، چرا به این داری فکر میکنی که اون الان چی کار کرده، هر کاری کرده؟ نه نه، من تمام انگیزم اینه قبول شم برم بزنم تو صورتش. دیوانه ای؟ و این بچه به جای اینکه درس بخونه عمده فکرش اینه که اون دختره الان پزشکی میخونه مثلا با سهمیه قبول شده یا بدون سهمیه قبول شده. رفته تو قلم چی مثلا اون که سرچ بکنه با چی کار داری، طرف اصلا که اصلا واقعا پزشکی قبول شده، آقا به تو چه ربطی داره، این همه آدم قبول میشن یه نفرم اون رفته گرفته. بچه ها دل مشغولی ها همیشه اینطوری نیستن که واضحاً بیرون از هدف شما باشن. همیشه اینطوری تو واضحاً مثلا بری دنبال بازی کردن گیم. یه تعدادی از اینا وقتی مغز شما، بچه ها همه چی از این لامصب میاد. این مغز پیچیده ما الکی نیست، مغز گره گرهه در مقابل همه ما، این مغز گره گرهه. گره این مغز رو باز نکنی زندگی تو گره میزنه. الکی این مغزه میگه من اینو نمیتونم مثلا با گیم گول بزنم، خانواده و مشاور اومده کنسول گیم اینو گرفته، من اهمال کارم. ذهن اهمال کار اولش باید چی بشه؟ اولش باید اصلاح بشه. آفرین خانم دکتر. طرف میاد میگه آقا شما یه برنامه سنگین به چقدر شده این تو جلسه اول؟ خانم دکتر شما یه برنامه سنگین به من بده، من تیکه تیکه میکنم. یه هفته بعد آقا من چرا ریاضیم داره تابه درس میده، شما مثلثات هم گذاشتین. یه هفته با تو یه هفته شروع کردی. مشکل ما اینه که بچه هامون در واقع دارن انگیزه هاشون رو تبدیل به حسرت میکنن و به همین خاطر که مدام الان دل مشغولی هاشون منشه از حسرت هاشونه، از آرزویی که بهشون میخوان برسن ولی میدونن نمیرسن.
مشکل اینجاست که انگیزه ها داره از بین میره. خیلی از بچه های من الان مثلا 5-6 صبح بیدار میشن. قطعا پس باید حد اکثر بازی رو داشته باشن تا 12 شب. ولی متاسفانه این نیست. میبینیم ساعت مفیدشون حد اقل 4-5 ساعته. حد اکثر 4-5 ساعته. 4-5 ساعت. بله. و این وسط بچه ها خیلی اتلاف زمان داریم. من دارم خیلی میبینم. چه تو بچه های کلاسینویمون، چه تو بچه های خصوصیمون. دارم واضح میبینم. مادره میگه این از 7 صبح بیداره. ولی نتیجه نمیگیره. همش هم تو اتاقشه. همش اصلا این ذهنش یه جای دیگه است. اصلا توی فضای دیگه است. پس بچه ها یادتون باشه. اگر شما اهمال کارین، اهمال کاری نتیجه چی میشه؟ یه هفته دیگه به خانواده. آقا برنامه با کلاسام مطابق نیست. خب عزیز دلم من یه سوال دارم. شما نمیخوای آزمون بدی؟ یه سوالی دارم. ببینید مصاحبه رتبه‌های برتر ما، مصاحبه رتبه‌های برتر جاهای دیگر رو نگاه کنید. آیا کسی هست که در پروسه کاریش آزمون رو فاکتور گرفته باشه؟ واقعا من در 12 سال کار ندیدم. خودم پزشکی بهشتی خوندم، خودم رتبه برتر داشتم، اینقدر دانش آموز رتبه برتر، اصلا ندیدم کسی پروسه آزمون رو فاکتور بگیره. طرف امروز وارد سیستم ما میشه، ما میگیم اوکی برنامه من برم نمونه برنامه باز بکنم. اونایی که محبت کردن آها اینا بود. آها من یه لحظه بچه‌ها میخوام آزمونامون اینا رو هم نشون بدم. کار جالبی میخوایم بکنیم. امروز خیلی کار داریم. این اینطوری بزرگ میشه. آره. خب. جان؟ نه عالیه. بچه‌ها ما مثال نوشتیم. اینو یه دونه همینطوری برنامه همینطوری نوشتیم. بچه‌ها این روز شنبه رو نگاه بکنین. این روز شنبه. خب. این روز شنبه‌مون. خوب نگاه بکنین. این کلاس ها و تکالیفشونه. مثلا تو شنبه هیچ کلاسی نداشته، فقط تکلیف زیست داشت. این نمونه برنامه همینطوری، تاریخش هم میبینیم برای الان نیست. یه هم توی برنامه گفتیم بچه ها بزنن فقط بمون. کلاس زیست فقط تکالیف زیست داره. ما علاوه بر تکالیفش اومدیم براشون یک سری، چرا این چیزه من پاکش کنم؟ این به خاطر اینکه این زوم شده هست. این خب بچه ها ما اومدیم علاوه بر اونا براشون چه کارایی گذاشتیم؟ کارایی گذاشتیم که به قلمچی برسه، به آزمون قلمچی برسه. نگاه کن، ما کارایی گذاشتیم این برنامه شونه که به آزمون قلمچی برسه. چه اتفاقی میفته؟ آقا من زیستم فقط فصل یکو درس داده، من باید فصل یکو بخونم. میگه من زیستم، تو واقعا چند ساعت تکالیف طول میکشه؟ خدا وکیلی چند ساعت طول میکشه؟ میگه آقا مثلا من تکالیفم 4 ساعت طول میکشه. خب میگم قبل از اینکه برنامه رو داشته باشی در روز شنبه چی کار میکردی؟ میگه من فقط تکالیف زیستم رو انجام میدم. میگم چند ساعت طول میکشید؟ میگه مثلا 10 ساعت طول میکشید. میگم الان چی شده که به این نتیجه رسیدی که 4 ساعت طول میکشیده؟ میگه از اونجا به این نتیجه رسیدم که من شروع کردم اینا رو خوندن، 3 تاشو خوندم، کنارش هم تو 4 ساعت کارامو انجام دادم. یعنی چی؟ در خیلی کتابهای مدیریتی مخصوصا برای جهان سوم میگن که اگر شما کار یک نفر رو خوب گوش کن، تو رو قرآن به برد آیندت میخوره، خواستی کارمند استخدام بکنی، کارخونه دار شدی، نمیدونم رئیس اداره شدی، میگه کار یک نفر رو اگر بدی به 3 نفر مدمینای محترم، خدا وکیلی اگه اینطوری نیست بگین نه اینطوری نیست. اگر کار بچه چت هم بکنی چت بازه دیگه. بچه خواهش میکنم، بچه میگم با هایلایت دیده میشه، این زیریا رو بخونی شبیه هموناست، کامل مشخصه دیگه، من زومم میکنم برش. میگم بچه خوب نگاه کنید، اگر واقعا این حرفی که میگم درسته تایید بکنید من ببینم که آیا لایومونم به راهه. بله بله بچه، اگر کاملا درسته تایید بفرمایید. میگم اگر کار یک نفر رو مخصوصا در سیستمای آموزش ندیده جهان سومی بدین به 3 نفر، کمتر از نصف اون کار، بچه اینا کار آماریه ها، یعنی تو نیست که من بگم، کمتر از نصف اون کار انجام میشه. کار یه نفر بوده ها، کار یه نفر بوده، دادی به 3 نفر، کمتر از نصف اون کار انجام میشه. اما اگر کار 3 نفر رو بدی به 1 نفر، بچه این داده آماریه ها، داده آماریه، حداقل به اندازه 1.5 نفر کار انجام میشه. واقعا اینو قبول دارین؟ خدایی قبول دارین؟ اصلا شما الان یک سری چیزا هستن، مثلا قیمت خودرو، ببین اصلا معلوم نیست مسئولش کیه، کارخونه است،
ستاد قیمتگذاری اصلا معلوم نیست، کار یه نفره به سه نفر سپرده شده، چه اتفاقی میفته؟ اصلا معلوم نیست تو کی باید پیگیریش بکنی. سه فکر متفاوت. آفرین، سه فکر متفاوتی که ستاشون هم میگن خب حالا من اگر نکردم فلانی هم هست و دقیقا نصف کار انجام شد. بچه ها تایید میکنیم واقعا اینو، واقعا این اتفاق میفته یا نه؟ بچه ها واقعا این اتفاق میفته یا نه؟ ولی اگر کار سه نفر رو بدی به یه نفر، کار یک و نیم نفر انجام میشه. بچه ها شما در کنکور، برمیگردم به همون فکر کار خودم، بچه ها اینا رو دارم بهتون میگم، خوب نگاه بکنین، خوب خوب به من نگاه کنین. بچه ها من اینا رو دارم میگم که به چی برسم؟ کدوم اسلاید؟ آها، به چی برسم؟ بچه ها شما باید کار این دوتا که یکیه، درسته عزیزم؟ اینم یکیه، اینم یکیه، شما باید کار سه نفر رو یک نفر انجام بدید حتماً. حالا آقا شما خودتون هم گفتیم ما به کار یک و نیم نفر میرسیم، من میگم اگر به کار یک و نیم نفر میرسی خیلی جلوتر از کسی هستی که فقط داره یه دونه رو میره. چرا؟ چون اون یه دونه براش سبکه و مطمئن باش به همون هم نمیرسه. خب دکتر ما چقدر دانش آموز داریم که کل کلاس ها هم دارن میرن، آزمونشون هم دارن میدن و آزمون خوبی میدن؟ خیلی زیاد. ولی یه سری بچه ها داریم میگن آقا ما کار کلاسامون، میگیم باشه کار کلاس، کار کلاسش میگیم دبیر تو چند درصد زیاد آزمونش، همین آزموناش هم 40%، 30%، 50% میزنه، به این آزمونم نمیرسه، به مدرسه و تکالیفش هم نمیرسه. چرا؟ دوباره میرسیم به این بحث، یا ساعتش پایینه یا بازدهیش پایینه. پس یادت باشه اگر میخوای برسی به این حجم کار، تعارف هم نداره دیگه. ببین کلا رقابت کنکور چرا میگن سخته؟ من همیشه این حرفو میزنم، چرا ما میگیم رقابت کنکور سخته؟ چرا میگیم رقابت کنکور سخته؟ به خاطر که هر کسی از پسش بر نمیاد. پس ما اینجا انتظار داریم کسایی وارد سیستم مشاوره ما بشن که اعداد قبولی ما رو نگاه بکنید گواه بر این هست که میتوانند برسن. اگر نمیتوانند برسند لطفاً نیان. مطمئن باش اگه من نتونم کمکت کنم با این رزومه قبولی، با این تعداد منتور پزشکی دندون دارو که اکثرا شاگرد خودمون بودم، با خودم که فارغ التحصیل پزشکی بهشتی ام با 12 سال سابقه کار، با این تعداد قبولی وحشتناک یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، شش سال، هفت سال، خانم ملیکا حسینی من فیلمشو گرفتم داخل ویدیو، داخل پیج اینستاگرام خواهم گذاشت، خانم مهشید جعفری هم فیلمشون است، هفت سال دور از کنکور بوده، اومده پارسال کنکور داده، دندان اهواز قبول شده، هفت سال دور از کنکور بوده. بعد تو میگی من نمیرسم. خب اگر قرار نیست برسی کسای دیگه ای هستن که جای تو رو خواهند گرفت. یه چیزی رو بهتون بگم بچه‌ها، یه جمله ای رو همیشه وقتی میگی نمیرسم فراموش نکنید. من برم اینجا، این جمله رو جلوی خودت بنویس حتما، برای هیچ کسی، با احترام به کسایی که سهمیه دارن، برای هیچ کسی جلوی دانشگاه فرش قرمز پهن نکردند. اینو بنویس جلو صورتت. اگر هی میگی نمیرسم نمیرسم، برنامه ما چیه که نمیرسی؟ برنامه ما شامل دوتا چیزه، مجدد میریم برنامه رو باز بکنیم، برنامه ما شامل دوتا چیزه، کلاسات و کارهای مرتبط با آزمون کانونت. من اینو یه ذره زوم بکنم که بچه ها ببینن. ما تو هر قسمت ریز به ریز کاملا مشخصه بچه ها باید چه کاری انجام بدن، کدوم تایما مروره، مطالعه است، کدوم تایما تسته، کاملا مشخصه. در جلسات قبلی توضیح دادیم هر سطح از دانش آموزان چه تعدادی تست باید بزنن،
اینا کاملا براشون مشخص شده، گفته شده چه منابعی باید استفاده بکنیم. جلسه اول و دوم فرست کلاس منابع رو کامل توضیح دادیم. تمام دانش آموزایی هم که میاد فکر کنم اولین چیزی که توصیه میکنن آزمون و تحلیل آزمونه. یعنی تو نمیتونی به این بخش از برنامه، من زوم اوت بکنم، به این بخش از برنامه که بخش آزمون هست نرسی و فکر کنی که روز کنکور میرسی. عزیزم تو در یک برنامه دو هفته‌ای به یک قلمچی که شاید کمتر از یک دهم کل کنکوره نمیرسی، چطور میخوای در سه هفته آخر در یک برنامه جمع‌بندی کل کنکور با چندین هزار صفحه کتاب رو جمع بکنی؟ چطور میخوای در ماه آخر ده آزمون جمع‌بندی بزنی؟ این برای من سواله، چطور میخوای این کار رو بکنی؟ قطعا نمیتونی این کار رو، شک نکن که نمیتونی این کار رو بکنی، مطمئن باش نمیتونی این کار رو بکنی. برنامه ما، من بیام پایین تر از دو بخش تشکیل شد. یه برنامه یه مال دانش آموز فارغ التحصیل رشته ریاضیه، این کلاس هاشو، این کارهایی که باید برای آزمون انجام بدن، این تایم های جبرانیشونه، نحوه ساعت زدن برای اینها رو هم توضیح دادیم، منتورتون هم اگر ساعت زدن رو بلد نیستین بهتون توضیح میدن که هیچ روزی نشه که بگین آقا من امروز یه ساعت از درس جا موندم و برنامه جا موندم، طوری ساعت میزنید که برسید. شما به منتورتون چی میگین؟ میگین که ناکن این برنامه یک شنبهش خیلی کمه. خوب نگاه کن، این برنامه یک شنبهش سه پارت مطالعاتی. چرا؟ عمده بچهای ما یک شنبه کلاس زیاد دارن. اینم خودت میگی عزیزم، ممکنه تو مدرسه‌تون یا یه مؤسسه دیگه یه روز دیگه کلاست زیاد یا کم باشه، مهم نیست. شما میگی آقا من روز یک شنبه سه تا پارت یک ساعت رو به بیشتر نمیتونم درس بخونم، روز شنبه 5 تا پارت میتونم بخونم، روز دوشنبه میتونم 7 تا پارت بخونم، روز سه شنبه میتونم 5 تا پارت بخونم، روز چهارشنبه 5 تا پارت، پنج شنبه هم مثلا 6 تا پارت، جمعه هم آزمون و تحلیل آزمون دارم. برنامه رو نگاه بکنید، یک برنامه ایه که این ور کلاس ها و تکالیفتون در هر روز مشخص شده و این ور هم برنامه آزمون مشخص شده. حالا در طی هفته های برنامه قلمچی دو هفته ایه، هفته اول بیشتر میخونیم، هفته دوم بیشتر تست میزنیم، آزمون میدیم. بریم سراغ آزمون هامون، ببینیم آزمون هامون چه شکلیه. بچه ها آزمون ها جان حله، مرسی عزیزم. آزمون ها به چه شکلی هن؟ سوالات آزمون هامون رو ببینیم. حجم عین کنکور، چند گزاره‌ای ها حجم عین کنکور، از بهترین آزمون ها جابجا شده، برداشته شده، اومدیم داخل اینجا گوشیم. حجم سوالات رو ببینید چقدر به کنکور شباهت داره. سوالات به درد نخوره قدیمی نیست. حجم سوال رو ببینید، سوال 10 رو حجمش رو ببینید، سوال قبلی چند گزاره‌ای، و بعدش پاسخنامه هامون با چه دقتی پاسخنامه داریم. ما در هفته دوم امتحانات قلمچی برای بچه ها آزمون ها رو میذاریم، بچه ها آزمون میدن و نتایجشون رو میگیرن. یک ترکیب خیلی قویه، کلاس خیلی حرفه‌ای تو کلاسینو یا هر مؤسسه دیگه ای دارین که خب من وقتی میدونم که در کلاسینو تاپ ترین ها ایران تو هر درس هستن، حالا تبلیغش نمی کنن، اصلا گفتن تبلیغ خودمونم نمیتونیم بکنیم، بعدش تیم مشاوره خدا شاهده میگن آقا اصلا تبلیغ نکنید، اصلا معلم دیگه کسی بخواد میاد کلاس رو میبینه میره. یعنی اصلا این خیلی متفاوته نسبت به شرایط دیگه. در مورد تیم مشاوره خیلی حرفه‌ای، همه پزشکی، دندون، دارو، برای بچه های انسانی البته چیز روانشناسی، بچه های روانشناسی هستن، فوق‌العاده حرفه‌ای. یک برنامه خیلی قدر، کلاس های VIP جمعی که خود من دارم کلاس میزنیم، بچه ها آنلاین میشن، به صورت دست جمعی سوالاتشون رو می‌نویسن، من مطالب کلی رو اول یه ربع نیم ساعت اول کلاس میگم، بعدم سوالات بچه‌ها رو تا جایی که تموم بشه جواب میدیم. آزمون‌ها و چه آزمونایی با چه جوابی، اونایی که نیاز به شکل دارن شکل کاملا. بچه‌ها جواب یک سوال رو نگاه کنید، سوال 17 رو حجم جوابش رو نگاه بکنید، کامل گزینه به گزینه توضیح داده شده، تازه این یه دونه هم افتاده صفحه بعدی تا گزینه 3 رو توضیح داده. ما آزمونامون هم این شکلیه، آزمونای مطابق با کنکور الان. خیلی ها هستن 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 600 تا آزمون طراحی کردن، کی مثلا سال 98
اولین دوره نظام جدید کماکان همون آزمونا رو دارن میذارن. ما والله بالله تلا هر هفته داریم طراحی آزمون میکنیم، قسم میخورم که اصلا شما مدل سوالات رو با جای دیگه مقایسه بکن، چقدر با کیفیت، چقدر حرفه‌ای. پس نظر من چیه؟ نظر من اینه که برمیگردیم باز به این که یه دونه رتبه چجوری رتبه میشه. برای هیچ کس اول باید بدونه که فرش قرمزی جلوی هیچ دانشگاهی پهن نکن. بریم، میخواستیم بریم سراغ این که آقا علل کاهش بازدهی چه اتفاق میفته. ما گفتیم پس یکی از بزرگترین علل کاهش بازدهی بچه ها اهمال کاریه. آقا درمان اهمال کاری چیه؟ بچه ها واقعیتش اینه که درمان اهمال کاری خیلی وسیعه، کارای شخصی داره، نیاز به روان درمانی داره، گاهن نیاز به دارو داره، گاهن نیاز به شناخت هوش هیجانی داره، خیلی مبحثش وسیعه. اما کاری که خود من و خیلی از بچهای رتبه‌ای که میبینم دارن انجام میدن بچه‌ها اینه، 100% هم نمیشود گفتش که این کار علمی ترین راهه یا نه. بچه‌ها من اینو قبلا گفتم بازم میگم، شما یه مقداری از ذهنتون درگیر درسه، خب مثلا 20%، اوکی 20% ذهنتون درگیر درسه، 80% ذهنتون آزاده. خب بچه ها آیا اون 20% ذهنتون که درگیر درس هست، درگیر درس هست، اون قسمتی که درگیر، بچه ها یکی ها نوشته که دانش آموز رشته ریاضی چرا تو اسلاید قبلی تکلیف زیست داشته، ایشون فارغ التحصیل ریاضی بوده کنکور تجربی میده. متوجه شدین؟ بچه ها متوجه شدین؟ همه فهمیدن؟ آقای حداد متوجه شدی؟ یکی از بچه ها گفته آقا اون فارغ التحصیل ریاضی بوده چرا زیست تو برنامهش؟ خب کنکور ریاضی پارسال داده، الان داره تجربی میده. متوجه شدین؟ حل خیلی چیز واضحیه. بعد این برنامه هم کلن سمپل بوده، ولی گفتم توضیحشو بدم که بدونی. شما 20% ذهنتون درگیر درسه و فشار درس روشه، 80% ذهنتون خالی که نمیمونه، که این خالی خود ذهن با یه چیزی میخواد پر بکنه. یه سوالی بچه ها، آیا زمانی که شما درس میخونین ذهنتون روی فشار هست یا خیر؟ آیا زمانی که درس میخونین فکرتون روی بچه‌ها یه نفر دیگه یه چیزی گفته، گفته حسابانم تو برنامه‌اش داشته. اون برنامه اگه نگاه کنین تاریخش 37 بوده، زمانی که سازمان سنجش اعلام کرده بود که اگر کسی میخواد رشته ریاضی بره کنکور تجربه بده، باید بره رشته ریاضیشو ترمیم بکنه. اوکی، رشته ریاضیشو باید بره ترمیم بکنه. و بعدن اعلام کرد که اگر تو تجربی، اگر ریاضی بودی میخوای تجربی بدی، باید بری رشته تجربیت رو ترمیم بکنی. اینم علتش اینه. متوجه شدین؟ متوجه شدین؟ حله حد داد؟ متوجه شدین؟ حله؟ خب بچه ها بریم سراغ برنامه. این در زمینه درس، ما گفتیم 20% در زمینه درس، 80% چیه؟ خالیه. اوکی، 80% یه سوالی هم در مورد دیپلم چند نفر پرسیدن، اون سوال دیپلمتون هم من جواب دادم. حله؟ حل. خب بچه 20% ذهنتون درگیر درس، 80% ذهنتون خالی، این که اینو خالی نگه نمیداره. بچه ها یه سوالی، شما وقتی مثلا دارید به آرزوهاتون فکر میکنید بیشتر ذهنتون تحت فشاره، یا وقتی دارین مسئله ریاضی درسی که خیلی براتون سنگینه حل میکنید تحت فشاره؟ کدومشون به من بگین، در هنگام درس خوندن یا هنگام فکر و خیال کردن؟ کدومشون؟ بزن بزن بزن، در حال کدومشون؟ معلومه وقتی که شما درس میخونی فشاری که هنگام درس خوندن هست روی ذهن بیشتره. زمانی که شما داری مثلا فکر و خیال معمولی میکنی، خب این هزینه‌ای برای ذهن نداره، فشاری روش نیست، قرار نیست از اینا چیزی یاد بگیره. استنباط مورد تاییدش هم استنباطیه که تو ذهن خودته، فشاری نداره. دانش آموزی که داره اینجا درس میخونه، دانش آموز این فشاره رو اگر اهمال کار باشه نمیتونه تحمل بکنه. ذهنش چیکار میکنه؟ ذهنش تمام تلاشش رو میکنه که از این ور، ذهنش تمام تلاشش رو میکنه که از این ور، از این ور
بیاره فشار رو به این ور. تمام تلاشش رو میکنه که ذهنش از این ور بیاره به این ور. یعنی چی؟ یعنی حجم فکر و خیال رو بیشتر بکنه، فشار درس رو کاهش بده. هی افکار شما افکار جذابتری میشن. هی بچه افکار شما افکار جذابتری میشن. هی تو اون فکره بیشتر پیش میری، هی تو اون فشاره بیشتر پیش میری، هی تو اون اذیت بیشتر پیش میری، هی دل مشغولی بیشتر میشه، روزت میگذره و میبینی هیچ کاری نکردی. بچه ها من همیشه پیشنهادم اینه، اگر میخواید یک درمان ساده و سریع در مورد اهمال کاریتون داشته باشید، میزان انگیجمنت درگیری ذهنتون رو در هنگام اون مسائل بیایید با درس بیشتر کنید. مثلا چی؟ بچه ها خیلی ها دیدید سر کلاس میشینن، گفتیم 20% ذهنتون مثلا درگیر درسه، این 20ه، این 80ه. خب میگیم خیلی ها وقتی که سر کلاس میشینن، این داستان وجود داره براشون که هیچی نمیفهمن که سر کلاس هم ها، بعد کلاس میان بیرون هیچی نمیفهمن. خانم دکتر اصولا اینا چجوری میشینن جلو کلاس؟ کلان بچه ها که سر کلاس میشینن، اولین چیزی که در واقع دغدغه ذهنیشون میشه اینه که خب من بعدش چیکار بکنم؟ یعنی تازه یعنی از اون لحظه و فرصتشون استفاده نمی کنن، تمرکز ندارن و به همین خاطر به دو سه ساعت آینده فکر میکنن، در حالی که زمان حالشون دارن از دست میدن. بجز این سر کلاس مثل تماشای فیلم نگاه میکنن. بله. یعنی اصلا با مطلب انگیجمنتی ندارن. بله. با مطلب چی میگن؟ تمرکز ندارن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی اصلا این دانش آموز تلاش نمیکنه این 20% ذهنشو بیشتر بکنه، چه اتفاقی میفته؟ ذهنش میاد این 80% بیشتر. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر میخواییم 20%ت بشه اصل ذهنت، باید چی کار بکنی؟ باید بیای بگی من چی کار بکنم سر کلاس، که بیشتر حواسم به درس باشه. یکی از چیزا اینه، آقا بنویس. در حالت کلی هم ما وقتی میگیم درس بچه ها میخوان بخونن، یه حرفی که میزنیم که خیلی برامون ارزشمنده و خیلی شدنیه، میگیم عزیز دلم حل کن، دست به قلم شو، نکته برداری کن، خلاصه برداری کن. بچه هایی که تمرکز ندارن، من خیلی ها رو خودم صحبت میکنم، خیلی در طی روز شاید بگم 10 نفر از بچه‌ها که صحبت می‌کنیم و میگن تمرکز ندارن، میگیم خیلی راحت سر درس چجوری؟ میگه من میشینم میخونم، را میرم میخونم، رو تختم میخونم، میگم که امروز هر چند صفحه که نوشتی رو برای من بفرست نوشتاتو. میگه نه امروز تو خوندن، من امروز تو برنامه فقط مطالعه داشتم. میگم این مطالعه، غیر فعاله. یه چیز خیلی جالب میخوام بهتون یاد بدم بچه ها، در زمینه مطالعه فعال، ابداع منم نیست و همینطوری منم از جایی قبلا برداشته بودم زمان دانش آموزیم. خیلی جالبه، یه دونه ماژیک بردارید. اینجا ماژیک نداریم، نه ماژیک که اینجا نداریم، مهم نیست، اگه داشتیم حالا خوب بود ولی مهم نیست. بچه ها ما این متن رو میخوایم بخونیم. خب یه چیز خیلی جالب بهتون، خانم دکتر شما لاک دارین؟ لاک دارین رو دستتون؟ بله. آره. بله. فرض کنید که بچه ها یه نفر 5 دستش ساده است، خب، و یه دستشو میاد با ماژیک رنگی میکنه، یه لاک رو ناخون میزنه، ها؟ رنگ میزنه، لاک نه، رنگی، رنگی میزنه رو ناخونش. بچه ها هنگام درس خوندن با اونی که رنگ زدین مت رو دنبال بکنین. آقا چرا؟ چون این انگشت متفاوته ذهن تمرکز بیشتری روی این میگیره. مورد اول، پس چی شد؟ یه دونه انگشتتون رو رنگ کنین و با اون متن رو دنبال بکنین. مورد اول. مورد دوم، آقا نکات مهم رو بنویسین. مورد سوم، جزوه رو با کتاب تطابق بدین. جزوه رو با تست تطابق. آقا این تیکه کتاب میخونم نفهمیدم، برم جزوه رو باز کنم. به بیان کلی بچه ها، اگر بخوام خیلی راحت بگم، درس خوندنتون رو فعال کنید.
بچه‌ها درس خوندن غیر فعال باعث میشه ذهن شما دوباره میره به کدوم سمت؟ این سمت رو تقویت میکنه، یعنی هی این 80% رو میکنه 90، میکنه 100، بعد یه جایی میبینی که حواستون نیست. بچه‌ها چند بار تا حالا اتفاق افتاده، یه سوالی میکنم همه جواب بدن، چند بار اتفاق افتاده که یک ساعت از درس میگذره یهو میبینی رو یه صفحه کلن موندی؟ چند بار اتفاق افتاده بچه ها؟ خدا وکیلی حداقل در روز یک بار اتفاق میفته. چند بار این اتفاق براتون؟ خیلی خیلی، همه می نویسن خیلی زیاد این اتفاق میفته، خیلی زیاد این اتفاق میفته. شما یک ساعت نشستی، بعد یک ساعت اصلا نمیدونی کجام، مثلا چی داشتم میخوندم، برنامه‌م چی بود، اصلا ساعت مطالعه‌ام گذشته. خیلی خیلی زیاد این اتفاق میفته. این اون زمانیه که اهمال کاری به تو غالب شده، 20% تو نزدیک به صفر کرده و 100% مغز تو شده فکر و خیالی که داشتی میکردی. گفتم فکر و خیالم دو دست است دیگه، یا مستقیم ذهنت رو پرت میکنه یا غیر مستقیم با هدفهای موفقیت. بیست جالب بگم بچه ها، من داشتم در مورد عذاب وجدان صحبت میکردم یه چیزی نگفتم. بچه ها این جمله رو همیشه یادتون باشه، عذاب وجدان، یه جمله گفتم و اونجا یه موردی پیش اومد ادامه ندادم. عذاب وجدان سیستم کارآمدیه که تو فکر کنی فکر کنی نه در واقع این باشه. یه لحظه من اینجا رو بکنم. فکر کنی من کارم خیلی هم غلط نبود. یعنی چی؟ یعنی این که طرف میاد میگه من که رویا دارم، پس نه من آدم اهمال کاری نیستم، من که رویا دارم مثل بقیه بیخیال نیستم، من که رویا دارم مثل بقیه ول نیستم. چی داره میگه؟ یعنی میگم حواست به این باشه اگر زیاد داری عذاب وجدان میگیری، اینم یه مدل از این نشونه است که تو اهمال کاری زیاد داری. عذاب وجدان به تو میگه نه با تو انقدر یه آدم بدی نیستی که آدم شد کشتی، عصبانی بودی چاقو رو زدی کشتی، آقا آدم کشتی بالاخره، تو انقدر یه آدم بدی نیستی که وقت تو تلف بکنیم. عذاب وجدان تو بچه ها اینی که دارم میگم این تیکش اصلا علمی نیست، کاملا چیز خودمه، کاملا دیدگاه خودمه. عذاب وجدان تو بچه ها باعث تصمیمات رویایی میشه. خانم دکتر شما اینم دیدین؟ یه توجیه دارم. بله، که تصمیمات رویایی بچه ها خدایی چقدر شده یه لحظه عذاب وجدان گرفتی و گفتی از این لحظه به بعد میترکونم. چقدر اتفاق افتاده؟ چقدر این اتفاق براتون افتاده؟ یه لحظه عذاب وجدان گرفتی هزاران بار همه نوشتم. بچه ها میگم این اصلا علمی نیست، من جایی هم نخوندم، ولی واقعا چیزی که تصمیمات رویایی باعث چی میشه؟ تصمیمات رویایی دوباره شما رو میبره تو چرخه رویا. حالا که این کارو بکنم چه خونه ای بخرم، چه پولی در بیارم، یه بیمارستان میسازم، خدمات رایگان میدم، علم میکنم، دوباره تو رو میبره تو چرخه رویا. از چرخه رویا در میای دوباره میبینی یک روز درس نخونی، میری عذاب وجدان تصمیمات. حتی واژه بساز بندازو شنیدین؟ میگن طرف بساز بفروش نیست، بساز بندازه. یعنی یه ساختمون خیلی بی خودی میسازه، شما میری توش میبینی آقا صدای دوتا همسایه اصلا تو خونه هم دیگه است، سیستم تهویهش درست نیست، فاضلابش درست نیست، برق کشیش درست نیست، اینجا رو میزنی روشن بشه اونجا خاموش میشه، اونجا رو میزنی روشن شیر آب گرم است. بچه ها دیدین اینو؟ درسته؟ یه نفر بچه ها نشته استاد رسما داری دیالوگ زندگی منو میگی. این دیالوگ زندگی کیاست بچه ها؟ من بساز بنداز و بعدش میگم. خدا وکیلی این چرخه دیالوگ زندگی کیاست؟ راستشو بگین.
بچه نوشته وای این منم. ببین چقدر نوشته من به قرآن، من به قرآن. بچه خدا وکیلی این چرخه زندگی کیاست؟ بچه همه نوشتن من 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 من. چرخه زندگی خیلی هست. نوشته خود من، خود من، من، من. بچه ها این چرخه رو من با 12 سال مشاوره ارتباط مستقیم با دانش آموزا دارم بهتون میگم. همه نوشتم من. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این چرخه اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه تو دور غلطی افتادی. افتادی تو اینا که همه ناکن چه تعدادی پانیسا؟ همه من من من. حالا میخوام برم دنبال چی رو داشتم میگفتم؟ بساز بنداز. بچه اینایی که دارم بهتون میگم به خدا فقط سال کنکور به دردتون نمیخوره، سالهای سال به دردتون میخوره. این چیزی که دارم بهت میگم خیلی واقعا تو زندگیت به دردت میخوره. اینو یاد بگیر، فردا هر کاری بشی این به کارت میاد، هر کاری بشی. بچه ها میدونین بحث بساز بندازی از کجا در کشور ما به وجود اومد؟ بساز و بنداز. شما میدونین از کجا در کشور ما به وجود اومد؟ یا میگن فکر بساز بندازی صرفاً حاصل سودجوییه. طرف به خاطر اینکه صرفاً حاصل سودجوییه، طرف به خاطر اینکه بخواد فقط سود بکنه بساز بندازی صورت میگیره. من 100% با این مخالفم. گرچه سودجویی توش خیلی تأثیر داره، اما این حامل یک فرهنگ غلط بوده. فرهنگ غلط. بهت بگم فرهنگ غلط چطوره؟ منفجر میشی اینو بشنوی. بچه ها یک ساختمونی که با سیمان و آهن ساخته میشه، عمری حدود، اگر درست ساخته بشه، حداقل عمری حدود 100 سال داره. خب این همه ساختمون سیمانی و آهنی، بچه ها ساختمون 100 ساله سیمانی و آهنی اصلا دیدین؟ دیدین تا حالا؟ ساختمون 100 ساله دیدین؟ ندیدین؟ هیچکی ندیده. وجود داشت، شاید هم باشه خیلی تک، ولی الان همه هم میزنم، منم ندیدم، بعید میدونم شما هم دیده باشین. بچه ها چه اتفاقی افتاد؟ اینو بهت بگم. ببین میگم کتاب خوندن دیده تو رو باز میکنه، اینجاست تو بفهمی کجا فقط سودجویی، کجا فرهنگ غلطی. یه مثال دیگه بهت میزنم چقدر جذاب میشه. من روز جمعه میخوام جذاب بسازم، نمیخوام فقط روز جمعه بیای 4 تا عربی و فیزیک یاد بگیری بری. میخوام یه کاری بکنم که ذهنیت درست بشه. ساختمون سیمان و آهن 100 سال عمر میکنه. توی ایران یه اتفاقی افتاد، یک چیزی اومد به اسم طرح مدرن. طرحهای مدرن چند تا بودن؟ کلاسیک، نئوکلاسیک، طرح رومی. این چیزی که الان شما خیلی زیاد میبینین همه جا، همه جا، تهران، شهرستان، یه طرحهایی اومد مثل طرح رومی، طرحهایی اومد، نماهای مدرن، نماهای مینیمال، ساختمونای ساده که نمیدونم آشپزخونه، نمیدونم یه دونه جزیره وسط داره فلان، یه طرحهایی که الان خیلی زیاد میسازن. این طرح اومد، به علاوه شهرداری اومد گفت آقا جمعیت زیاد شده، ما اجازه تراکم بالای ساخت میدیم. تراکم ساخت بالا یعنی چی؟ آقا این محل فقط اجازه میدادن دو طبقه بسازن. بچه‌ای که تو محله‌های قدیمی زندگی میکنی یه جایی اصلا بالای یه طبقه دو طبقه اجازه نمیدادن. تو مرکز تهران الان خیلی جا هنوز همون خونه‌های قدیمی یه طبقه دو طبقه است، یعنی یه منطقه همش همینه. خوب گوش کن، دارم بهت طرز فکر کردن یاد میدم. من فقط مشاور کنکورت نیستم، من مشاور اینم که زندگی تو بسازی. طرح جدید اومد که خیلی خوشگل بود، مردم دوست داشتن. بعدش اومدن تراکم ساخت اجازه دادن که مردم بیشتر بسازن و این وسط یه چیزی ایجاد شد به اسم یه اضافه سرمایه، یه پولی هم اومد این وسط. حالا چه اتفاقی افتاد؟ طرف اومد ساختمون آهن و سیمان طرح قدیمی که گفتم 100 سال عمر میکنه رو توی 25 سال اومد کوبید مدرن ساخت. اولش خیلی جالبه دیگه، گفتیم شهر قشنگ میشه، ساختمونا نو میشن، مردم خیلی دوست داشتن، طرح اروپایی بود، خوشگل بود فلان. بعدش یه اتفاقی افتاد، ذهنیت از این که یه ساختمون بتن و آهن میتونه 100 سال عمر بکنه اومد رو چی شد؟ میتونه چند سال عمر بکنه؟ ادمینای محترم 25 سال. بعدش اومدن 20 ساله ها رو هم کوبیدن، 15 ساله ها رو هم کوبیدن،
پولم توش بود، طرح هم خوشگل بود، هم کننده راضی بود، هم مشتری راضی بود. چه اتفاقی افتاد؟ آروم آروم گفتن بنایی که 100 ساله باید ساخته میشد دیگه اصلا این 100 سال از بین رفت. گفتن یک بنای آهن و سیمانی توی 15 سالگی میشه چیه؟ کلمه خیلی زشتی تو فرهنگ ما اومد، کلنگی. شنیدین بچه ها؟ شنیدین؟ طرف تو 15 سالگی میگن ساختمون کلنگیه، پول زمینشه. چه اتفاقی افتاد؟ خیلی خوب گوش کن، خیلی خوب گوش کن. گفتن کلنگیه، یعنی طرف تو ذهنش هم اینه که من ساختمونی که میسازم قراره 15 سال عمر کنه. متوجه شدی؟ به قول همه گفتن خب انتظار مشتریم بود این ساختمون قرار 15 سال عمر بکنه، سازنده هم قرار شد 15 سال عمر بکنه. پس چی شد؟ ساختمون طوری ساخته شد، طوری ساخته شد که واقعا 15 سال عمر بکنه. 15 سال یک هفتم 100 ساله، یک ششم 100 ساله. پس سر 5 سال یه بنایی یه بلایی سرش میاد که انگار ساختمون 35 سال ساخت. این شد بحث بساز و بنداز. یعنی صرفاً سر سودجویی نبوده، یک فرهنگ غلطی هم باهاش اومد. دو طرف راضی، هممون راضی شدیم که خونه های بدی داشته باشیم که خوشگلن. چقدر عجیبه این اتفاق، چقدر عجیبه. یا از فرهنگای دیگه‌ای که با خیلی بچه اینو دارم میگم که الان برگردم به اصل خودمون، خوب گوش کن. مثالی که دارم بهت میگم مثالی که 100 سال نمیشنوی. آقا یه اتوبانی ما داریم ارزش باریکه، ارزش باریکه. خب خوب گوش کن، یه اتوبانی داریم که ارزش باریکه. این مبدأه، این مقصده. هر روز اینجا ساعت 10 صبح تا 9 شب ترافیک وحشتناکه. اگر بتونیم که اینجا رو عریضش بکنیم یا پل بزنیم یا هر چیز دیگه ای، توصیه‌تون چیه؟ عریض کنیم، پل بزنیم، یا هم عریض بکنیم هم پل بزنیم؟ بچه‌ها نوشتن و چه راحت گول خوردیم. این گول خوردنات کل جهان هستا، این گول خوردنت کل. تو خودت رضایت دادی ساختمونت 15 ساله بشه کلنگی و شد. بچه ها من گفتم یه جایی باریکه، مبدا یه جایی مثلا غرب تهران، مقصد یه جایی شرق تهران. و همیشه میگیم ما ساعت 10 تا 21 از مثلا بذار واقعیشو بنویسم دیگه، شرق اصولا شرق به غرب مثلا فکر کنم ترافیک بیشتره. حالا من نمیدونم، من خیلی تو خیابون نیستم واقعیتش. مثلا شرق به غرب خیلی مثلا ترافیکش ساعت 10 تا 21 زیاده. سوال اینه، من هم میتونم عریضش کنم هم میتونم پل بزنم. ها؟ فقط عریض کنم، فقط پل بزنم، یا هر جفتش؟ کدومش؟ هر جفتش کاملا غلطه. هیچ کدوم، هیچ کدوم از این کارا رو نباید بکنی. الان بهتون میگم چرا. بچه شما اتوبان صدر رو در تهران نگاه کنین، قبلا یه دونه دولاینه بود، کوچولو بود. بچه‌ای که بچه تهران هم میدونن، تونل هم نداشت، پل هم نداشت. ترافیک قبلنش بیشتر بوده، ترافیک الانش 100% ترافیک الانش. دو لاین شده، سه لاین، چهار لاین. تونل هم زدن، پل هم زدن. چرا؟ به خاطر اینکه تو علت رو حل نکردی. تو باید عقلت به این برسه آقای حرفه‌ای. ما علت ما اصلا سرانه کتابونه. میگم کتابونه چه درد میخوره؟ همین درد میخوره. آقا چرا مردم از ساعت 10 تا 21 از سمت شرق تهران میرن غرب تهران؟ چون دانشگاه‌های بزرگ آزاد غرب تهران بوده. دانشگاه غرب تهران بوده. بعد اون اومدن چی اجازه دادن؟ یه مجتمعی ساختن غرب تهران به چه بزرگی، به عنوان فروشگاه‌های بزرگ. دو تا مجتمع فوق بزرگ. چرا؟ اتوبان باز شد، همه راحت تر تونستن برن، خط مترو اومد، همه چی اومد، دسترسی بیشتر شد، فروشگاه های خیلی بزرگ. بعد اومدن چی اجازه دادن؟ گفتن آقا محله های تفریحی خوشگل ساختیم، دریاچه ساختیم، اتوبان هست، بیاین. محله های تفریحی بزرگ. شما هر چقدر که این رو عریض‌ترش بکنی، هر چقدر پل بزنی، هر چقدر تونل بزنی، باید عقلت به این برسه من باید اینا رو یه مقداریشو منتقل بکنم به این ور که مردم این ور نرن اون ور. متوجه شدین؟ بچه متوجه شدین؟ واقعا متوجه شدین؟ بچه این کلاس کلاسیه که لولش با بقیه کلاس ها قطعا متفاوته، چون منی دارم با صحبت میکنم که دائما میخونم،
یک نفر جواب اینو درست نداد که آقا باید اینو اصلا نه باید عریضش بکنیم نه هیچی. اتفاقا تو اگر غرب تهرانی مشکل هست باید بیای در شرق بعد ببینی آقا علت چیه، چرا من دارم همش هی ترافیکم زیاد میشه، پل زدم زیاد شد، تونل زدم زیاد شد، چون دسترسی راحت میشه اتفاقا جذابیت اونور داره بیشتر میشه. متوجه شدین؟ خدایی قشنگ بود. بریم حالا، حالا من میخوام بگم برمیگردم به اسلاید دوم خودم، به اسلاید دوم خودم اینجا میگم که آقا من نمیرسم. چرا من نمیرسم یه تعدادی میرسن؟ چرا اتوبان من ترافیک اتوبان بقیه ترافیک نیست؟ باید بیام علتشو پیدا بکنم. بچه ها والله قسم میخورم این علت رو پیدا بکنی، مشاور نداشته باشی خیلی بهتر از اینه که این علت رو پیدا نکنی و دنبال این باشی یه نفر دیگه بیاد بالا سرم باشه که من درس بخونم. بچه ها خدا وکیلی سوالی بپرسم، راستشو بگین، چند تا بر من باز کنین، چند تا از بچه ها حداقل یه بار در عمرشون این حرف رو خودشون یا خانوادهشون زده من باید یکی بالا سرم باشه تا درس بخونم، یکی باید به هم زور بیاره، یکی باید هر شب پیگیر من باشه، یکی باید صفر بکسبه، صفر به من برنامه ده؟ چند تا بچه ها؟ چقدر زیاده؟ من بهتون میخوام یه ساینی نشون بدم که بدونین چقدر جمعیت زیادی اینو گفتن. این جمعیت زیاد چی هم بچه ها؟ خودتون بگین این جمعیت زیاد اسمشونو چی میذاری؟ این جمعیت زیاد اسمشونو چی میذاری؟ خودت بگو چقدر زیادن؟ اسم این جمعیت چی میذارین شما؟ بگین به من اسم این جمعیت رو زیاد چی میذارین؟ اهمال کار. تموم شد. اهمال کار یعنی مغز من فرمان به چیزهای دیگر میدهد، یک نفر باشد فرمان مغز من را کنترل کند. فرمان مغز شما را هیچ کسی نمیتواند کنترل کنه. و سلام تمام. همین آدم اهمال کار میاد تو سیستم سفت و سخت، میاد تو سیستم پرفشار، چی میگه اینجا؟ همین آدم چی میگه خانم دکتر؟ برنامه با کلاس مطابق نیست، برنامه سنگین تر از توان منه. از یه جا میشنوه آزمون نباید بدم، من معلمم گفته آزمون نده. یا نه بهونه‌های دیگه، اصلا معلمم بیچاره نگفته، من خودم میخوام فقط با کلاس پیش برم، خودم میخوام دیگه. مرحله نهاییش اینه دیگه، راهکار شخصی. این میشه اهمال کاری. یعنی تو یک آدمی هستی که اهمال کاری، دنبال مشاوری نگرد که تو رو صفر بچسبه، قربونت برم، دنبال مشاوری نگرد که تو رو صفر. اول اینو درمان کن، اول خودت رو بشناس که من اهمال کارم. بعد اگر مشاورت بهت برنامه میده نگو مطابق کلاسم نیست، نگو سنگینه، نگو آزمون دارم. هر کسی که از الان به کلاس ما اضافه بشه من توضیح بدم، چه خصوصی بیاد، چه پروفشنال بیاد، چه هر جایی اضافه بشه، اینو بدونید من بهترین تر هم پروفشنالمه. هر جایی اضافه بشه باید مطابق آزمون بیاد جلو، باید مطابق آزمون. آقا نمیرسی اشکال نداره، آقا الان مثلا تو این آزمون کل حرکت شناسیه، تو به نصفش برس تا سر شتاب برس. آقا توی این آزمون مثلا کل مثلا تابه، تو فقط به تابه وارون برس. آقا کل مثلثات تو تا قبل معادل مثلثاتی برس، اشکالی نداره، ولی برس، ولی آزمون بده. اولین تجربه آزمون تو نباشد که توی اسفند باشه، فروردین باشه، والله بدبخت شی. مصاحبه 100 تا رتبه برتر رو ببین، مصاحبه 1000 تا رتبه برتر رو ببین، نمیشه. بچه ها برید از پارسال تا امسال فکر کنم 30-40 جلسه کلاس من 40 نفر قبولی من آوردن، یه دونشون بوده گفته من مطابق آزمون نخوندم. چرا اینقدر بچه‌ها تاکید دارن من مطابق آزمون؟ بابا به خدا همه، نمیگم همه، حالا شاید یه نفر نباشه، من ندیدم کسی رتبه برتر باشه، رتبه برتر منظورم قبولی رشته‌های تاپه، بگه من آزمون در اولویت چندمم بود. ولی ممکنه یه زمانی مشاور شما بگه خانم دکتر بگه تو این آزمون و این آزمون و این آزمون رو نده،
سه تا آزمون رو نده، خوب گوش کن. اگر خان دکتر میگه این سه تا آزمون رو نده ولی با برنامه آزمون بیا، چرا؟ چون میخواد از جمعه شما، چون شما سرعتت کمه، از جمعه شما به عنوان روز جبرانی استفاده کنه که برنامه‌ای که نرسیدی رو جبران کنی، که به آزمون برسی، که به آزمون‌های بعدی برسی. من چه تو خصوصی چه تو پروفشنال، یه موقعی دانش آموز خانم دکتر میبینن که دانش آموزشون پتانسیلی داره به یک سوم، یک چهارم، یک پنجم آزمون برسه، نصف آزمون برسه، میگه نه باید بری آزمون بدی. یه موقعی هست میگه نه این جمعه آزمون نده، چرا؟ که جبرانی هفتت باشه که به چهار تا آزمون جلوتر برسی. تو خصوصیامون هم همینه. من گاهم میگم آقا طرف یک ماه آزمون نده، که خیلی طرف دیگه پرت الان مثلا اومده خیلی ولی باز با چی میرم جلو؟ نمیام درس یک زیست دهم بذارم، درس پنج زیست دهم رو میذارم که برسه. آقا اون قبلی ها چی میگه؟ ما چند دوره داریم که تایم های جبران ما هستن. در اون تایم های جبران میگیم آقا بیاد جبران بکن. خانم دکتر صحبت نهایی اگر دارید یه انگیزه حرفه‌ای به بچه‌ها بده، من از صحبت نهاییمو بکنم و خداحافظ. چقدر وقت داریم؟ بله ما 5 دقیقه جمع. خب ببینید بچه‌ها، تا 2 هفته که شما درس می‌خونید، حالا هر چقدر از برنامه رو انجام داده باشید، 20%، 30%، 50%، اگر آزمون ندین، در واقع همین 30% تلاش شما به باد رفته. آزمون هم دو قسمه دیگه بچه ها، میونه کلمتون ببخشید. یکی آزمونه هست که منتورا به بچه ها میدم، من تو خصوصی ها به بچه ها میدم، یکی هم آزمونه آخر هفته است. حواستون باشه تا دو مدل آزمون داریم. بفهمید خانم دکتر. و در واقع اگه آزمونه اصلی جمعتون رو ندین، در واقع نتیجه کار دو هفته تون رو نمیبینید. پس و هم به طور مداوم شما بی انگیزه میشید، بی هدف میشید و خیلی چیزهای دیگه ممکنه به دنبالش داشته باشه. و مستقیما نرین آزمون اصلیتون رو بدین. آزمونی که ما قرار میدیم براتون توی گروه، در واقع پیش آزمون شما هستن برای آمادگی برای آزمون اصلی. چرا بچه‌های ما توی مدیریت زمان مشکل دارن، توی مدیریت بحران مشکل دارن؟ به خاطر اینکه آزمون ندادن قبلش، تست زماندار نزدن و مستقیما رفتن آزمون اصلی رو دادن. در نتیجه نتیجه خوبی نمیگیرن. درصدا درصدای دلخواه نیستش. ما با تراز شاید کار نداشته باشیم، ولی درصدها خیلی مهمه. و در طی درصد از اون چیزی که خوندین. بله. من باز مثال عرض میکنم، شما مثلا کل حرکت شناسیه 30%ش تا قبل از شتاب اومده، شما اگر زدی 20% یعنی عالی هستی. بله. همیشه این از صد سنجیده نمیشود، درصد به نسبت اون چیزی که شما بهش رسیدین. یادتونم باشه خانم دکترم فهمودم بقیه بچه ها، هیچ رتبه برتری من ندیدم فاکتور آزمون را. و متاسفانه ما 90% از حرفمونه، ما فقط میخواییم درس معلممون بخونیم. آقا اوکی بخون. خب هیچ وقت نمیخوایی به آزمون برسی؟ دو ماه داری کار میکنی و آقا ما خوندیم نتیجه نگفتیم، رفتی واقعا آزمون دادی؟ تحلیل آزمونت کن. من یه بار عید پارسال خواهم دکتر، یه دانش آموز اومد رو ختم، این تو پیج من هست، هر کسی باشه پاک میکنه، من این تو پیجم هست، یه نفر دانش آموز، من هر وقت دانش آموز میارم رو خط هماهنگ نمیکنم با ادمین، همین توی رندوم میارم بالا، یه دانش آموز اومد رو خط گفتش که آقای دکتر من زمانی که اومدم به شما گوش کن، ترازم 4900 بود، رفتم شدم مثلا الان ترازم شده مثلا 4700، حالا عددش یادم نیست. گفتم تراز، گفتم اشکال نداره، همین الان من پنلتون و ارتباطتون با منتورتون رو باز میکنم. ارتباطشون با منتورشون رو باز کردیم، قبل اینکه باز کنیم خودش گفت. گفتم گزارش کار میدی؟ گفت نه منظم نمیدم. اوکی. گفتم وایس همون نامنظماتو باز بکنم، ساعت مطالعاتی تو بهم بگو. ساعتشو باز کرده، میانگین ساعت مطالعاتیش 7-8 ساعت بود. تازه میگفتش که اینا خودش میگفت، خودش اینا رو میگفت، باز نکردیم. خودش میگفت 7 ساعت 8 ساعت. گفتم برنامه چند ساعته؟ گفت برنامه من هلوش 13 ساعته. گفتم وقت داری بخونی یا نه؟ آره. گفتم اشکال نداره بذار من آزموناتو باز بکنم ببینم آزمونا رو ده. گفت نه من سر آزمون نمیرم، گاهن میرم که ترازم هم شده این. گفتم اوکی تو خونه آزمون میدی؟ گفت آره 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 من تو خونه آزمونا رو میزنم. گفتم بذار من پنل تو باز کنم ببینم تحلیل آزمون ارسال کردی؟ گفت نه من تحلیل آزمون ارسال نکردم. گفتم ببخشید من تضمین مثلا چی باید به شما بدم؟ شما گزارش کارت نامنظمه، ساعتت کمه، آزمون نمیدی.
تحلیل آزمونم انجام نمیدی. گفتم 4 تا فاکتور اصلی شما هر چه آها راجب موبایل پرسیدم، گفتم من روز اول گفتم نه با موبایل، گفت نه من موبایل دارم. خودش متقاعد شد، گفت آقا واقعا اشتباه از من بوده، ولی دائما به منتورش غور میزد که آقا من نمیرسم نمیرسم نمیرسم. یه سری از من حرفو میشنون قبول میکنن، از منتور میشنون قبول نمیکنن. خیلی عجیبه ها، یعنی کل عوامل اصلی برنامهش مختل بوده. الان بچه ها بینی و بین الله قسمتون میدم جون مادراتون، تا به امروز تمام آزموناتون رو تحلیل صفر تا صدی کردین یا نه؟ راستشو بگین، بگین آره یا نه. بچه ها گفتم آره یا نه، قسمتون دادم جون مادراتون، دروغ نگین. آره یا نه؟ یه نفر زد آره، این همه جمعیت یه نفر زد آره، بقیه نه 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 نه. بچه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که این جمعیت هستن و همه میگن نه و یه نفر وسط گفت آره. آقای مهدی عزیزم، من عبایی ندارم از اینکه کسی بیاد بگه من با تو کار کردم پیشرفت نکردم، ریشه یابیشو میکنم. من علت اون دانش آموز رو پیدا کردم، علت. و اون دانش آموز بسیار ضعیف یک روزی در کلاس اینو خواهد آمد، اون وایسش رو من پخش میکنم. پیراپزشکی دانشگاه تهران قبول شد، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فیزیوتراپی دانشگاه تهران قبول شد. بچه ها یادتون باشه، سلام، به به، سلطان، ارادت. یکی از ادمینای محترم کلاس اینا هستن که هر کسی از اندرز گرد بشه شماره پلاک رنگ ماشین اینا همه رو آمارشو دارن. آره مثلا میگم من دیشب مثلا 3 صبح بچم، 3 صبح رد بشه مشکل نیست، دیدم من. خب بچه ها علت رو پیدا بکنید همه چیز حل میشه. من علتت رو، علت چیزت رو، علتت رو پیدا میکنم و علتت رو حل میکنم. این جلسه ها جلسه هایی هستش که علت شما باید حل بشه. خیلی ممنونم خانم دکتر از اینکه تشریف آوردین. خانم دکتر علاوه بر اینکه از شاگرده قدیمی ما بود، بسیار منتور فوق العاده حرفه‌ای توانمند، دیدین واقعا در بیان مسائل مسائلی رو مطرح میکنن که واقعا فوق العاده فوق العاده فوق العاده. بچه‌ها یه تعدادی زدن که منتورمون مجبورمون میکنه برام بفرسیم یا مشاورت رو کنسل میکنم. کار درستی میکنه، بسیار منتورتون کار درستی میکنه و من از منتورای دیگه خواهم خواست واقعا چیز بکنم، واقعا این کار رو انجام بدن که حتما قربونتون برم، فداتون بشم. ممنونم 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 ممنونم. بچه ها یه تعدادی از بچه ها میگن ما چطور با شما ارتباط داریم؟ ما یک جلساتی داریم، جلسات VIP، بچه ها آنلاین میشن، من هم آنلاین میشم، هر سوالی داشته باشن مستقیما از ما میپرسن. یه تعدادی مثلا تلفن برمیدارن همینطوری به من زنگ میزنن. خب وقتی من سر جلسه VIP گروه دیگه هم جواب نمیدم، سر جلسه مشاوره خودم هم جواب نمیدم، معلومه که جواب نمیتونم بدم دیگه. مثلا 2000 دانش آموز رو من چجوری قراره دونه دونه تلفنشون رو جواب بدم؟ غیر منطقیه. ما صادقانه اعلام کردیم که منتورهای رتبه برترمون دارن کار شما رو انجام میدن، مثل جای دیگه ممکنه که اعلام نکنم و یا آدمی که رتبه نیست بذارم. خانم دکتر چقدر پیش شما مراجعه کردن؟ گفتم ما اصلا جای دیگه مشاوره داشتیم، یه نفری جواب ما رو میداد، ما فکر می‌کردیم اون مشاوره اصلی است و بعد یک سال فهمیدیم این خط اصلا مال کسی دیگه بود، این مثلا با اون مجموعه دیگه کار نمی‌کرد، این خط رو برداشتم دیدم عکس پروفایلش از آقا، نه آقا من یه آدمی بودم مثلا همدان تونیم من فلان جا. بعد شما فکر میکردی که ما صادقانه منتور ما به شما زنگ میزنه، آزمون بهتون میدن، مشکلتون رو حل میکنن و همه تلاشمون رو میکنیم که بهترین اتفاق بیفته. دوستتون دارم خیلی زیاد، خیلی زیاد، عاشقتونم. خانم دکتر صحبت نهایی؟ نه دیگه، اگه بخوایم حالا خیلی کلی بگیم این که بچه دیگه سعی بکنن طبق سیستم منظم پیش برن، نه صرفا برنامه، بلکه یه سیستم ذهنی منظم و مهندسی شده. اگر خودشون رو ملزم بکنن لازم نیست دنبال مقصر بگردن. ما نیاز فقط پشتوانه منتور یا مشاور نیست، بلکه اول از همه خودشون. بله بله،
خیلی ممنونم خانم دکتر، لطف کردین تشریف آوردین، باعث افتخار بود در خدمتتون بودیم. از ادمین محترممون خیلی تشکر میکنم، واقعا اینجا زحمت کشیدن، ما خیلی اذیتشون میکنیم، دوستتون داریم، همتون رو برید بتره کنید، نابود کنید. خدا نگهدار. خدا